درود بر شما مخاطبان عزیز سرانه اما شاهزاده رضا پهلوی در این سالها برای پاسخ به خواستهای این بخش از جامعه چه کرده بازنشر یکی از مطالب قدیمی نوشته شده توسط فرناز قاضیزاده مجری بی بی سی فارسی در فضای مجازی جنجال بزرگی به پا کرده و باعث عذرخواهی او و بستن حساب کاربریش در توییتر شده قاضی قاضیزاده در سال 1378 در روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد مشغول کار بوده و او به مناسبت بازگشت خمینی از فرانسه به ایران مطلبی را در مدح و ستایش بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشته که در شماره ی روز 11 بهمن آن سال یعنی 31 ژانویه 2000 منتشر شده. قاضی زاده در این مطلب که تحت عنوان شادباش و وقتی امام آمد منتشر شده نوشته وقتی آمدی از پس قرنهای بیشمار بیصبری و بیعدالتی خورشیدی دیدیم که هزاران ستاره سجده اش کردند و سنوبران راست قامت سر تسلیم در برابرت فرود آوردند. تو زمزمه هزار آواز و هزار فریاد سالیان بودی که بر دلها نشستی و گوشها را نوازش کردی. مادران خسته فرزندان خود به تو سپردند و تو به آنان آموختی زندگی آزادی است و دیگر هیچ. وقتی تو آمدی دیوار شب در هم شکست و نور صبح امید بر دل میلیون ها پرنده محبوس رقصیدن آغازید و تو به همه لحظه ها بهترین بودی و بزرگترین ای پدر بیریا چگونه فراموش کنیم آن چه تو گفتی که هر کلامت هجای عشق بود و معرفت و هر نگاهت معنای سلاوت و استقنا قبلگاه بی نیاز نگاهت سراحت و صداقت را یادمان داد و دلدریایی تو شجاعت و ایمان بی تو نیستیم و نبوده ایم. هر که از ماست تویش رهبری و راحت ادامه ی حیات این قوم در آینده ای که تو تصویرش کردی و بگذار بدانند مردمان که هزار هزار پرنده عاشقمان به شوق تو پرواز کردند و تو تنها امید محرومان بودی تو که ایران را به بلندای دماوند سرفراز خواستی همانند خلیج همیشه فارس آرام و به وسعت کبیر آزاد برای من یک بار دیگر بگو چرا که وقتی تو آمدی بهار آمد. آمدنت مبارک. تعداد زیادی از کاربران ایرانی با دیدن چنین مطلبی به شدت شوکه و شگفت زده شدند و پرسیدند چطور خبرنگار یک رسانه غربی ممکن است روزگاری این گونه در وصف یک دیکتاتور که عامل مرگ و قتل هزاران ایرانی و عامل ویرانی ایران بوده، این گونه متن شاعرانه و عاشقانه نوشته باشد؟ اعتراضات و انتقادات شدید علیه فرناز قاضیزاده سبب شد او بالاخره به این ماجرا واکنش نشان دهد و ضمن دفاع از سوابقش بگوید روزنامه ها در آن زمان مجبور بودند مطالب این چنینی منتشر کنند تا تعطیل نشوند قاضیزاده در ادامه به خاطر چنین نوشته ای ابراز شرمساری کرده فرناز قاضیزاده در پست اوسخایی نوشته من در جوانی روزنامه نگاری را آغاز کردم سابقه کار و نوشته های من در دسترس است و همه می توانند ببینند. قلمم برای نوشتن مطالبی که قرار بود پر باشد بد نبود. در آن سالها روزنامه ها گمانم هنوز هم همین باشد باید در سالگردهایی مثل آمدن خمینی و پیروزی انقلاب برادریشان را ثابت می کردند. به امید اینکه بمانند که نمی ماندند. مطالب این چنین در این مناسبت ها چاپ می شد. هنوز هم می در این مورد کسی از اتاق سردبیری آمد به من گفت چیزی بنویس قرار نبود با اسم چاپ شود متاسفانه اسم را به اشتباه آوردند همان موقع هم چاپ اسمم خوشایندم نبود چه برسد به حالا که 22 سال است خواندم و هر سال بیشتر فهمیدم خمینی چه کرد و آمدنش چه فجایعی به دنبال داشت من برای نوشتن آن مطلب و اصولا هرچه که زمانی به عنوان خبرنگار نوشتم بدون اینکه دردهای ناشی از تصمیمات این افراد را گفته باشم شرمسارم البته این پست فرناز قاضیزاده با انتقادات شدید فراوانی روبرو شده بسیاری گفتند اینکه قاضیزاده اعتراف کرده که قرار نبوده نامش در کنار مطلب منتشر شود نشان میدهد او احتمالا مطالب مشابه زیادی را بدون ذکر نامش منتشر کرده برخی هم پرسیدند اگر روزنامه های آن زمان مجبور به انتشار مطلبی بودند تو به عنوان فرد می توانستی این مسئولیت را نپذیری و بگویی نمیتوانم چنین مطری را بنویسم. فناز قاضیزاده در طول فعالیتش برای شبکه بی بی سی فارسی بارها مورد انتقاد و اعتراض مخاطبان قرار گرفته. یکی از معروفترین این موارد مربوط به اظهار نظر و پرسشی بود که در برنامه درباره قتل های زنجیری بیان کرد. کارکرد سیستم اطلاعاتی ایران و اینکه حالا حسب فیزیکی بروشن هست که در این پرونده صورت گرفته پیش از این هم صورت گرفته اما به هر حال سیستم های اطلاعاتی در بقیه جاهای دنیا هم به قول معروف خیلی علیه سلام نیستند از این کارها ممکنه خیلی ازشون سر بزنه چرا اینقدر شما و بقیه همه متعجبند از اینکه سیستم قضایی ایران چنین کاری رو کرده باشه چرا نباید بکنه بسیاری از این ابراز نظر قاضیزاده نتیجه گرفتند که او به دنبال تطهیر جنایات نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و یا دست کم بی اهمیت جلوه دادن این جنایات است. انتقادات به قدری بالا گرفت که فراز قاضیزاده در نهایت در برنامه بعدی مجبور به او خواهی شد. قبل از پایان این برنامه ضروریه که درباره یک سوال در برنامه پیشین درباره قتل‌های زنجیره‌ای توضیح بدم در برنامه قبل یک سوال من درباره قتل دگراندیشان با سوء تفاهم همراه بود قصد من به هیچ عنوان تطهیر یا عادی کشتن مخالفان توسط سیستم امنیتی ایران یا هیچ کشور دیگه ای نبود محتوای مجموعه برنامه و سوال و جواب مطرح شده در اون این رو به خوبی نشون میده قصدم صرفا این بود که بپرسم این کار با توجه به سابقه اون چرا باید تعجب آور باشه متاسفانه این سوال درست ادا نشد من همینجا از همه بازماندگان قطهای امنیتی که ممکنه از این سوال من رنجیده باشن قاضی زاده در یک برنامه دیگر صحبت های اکبر گنجی را به خاطر حمله به مجاهدین خلق قطع می کند و می گوید نماینده ای از این سازمان در برنامه نیست تا از آن دفاع کند کجا سازمان مجاهدین خلق یه سازمان تروریستی وابسته جاسوس به خارجی کجا تو ایران اعتبار داره تو خود خارج کشور هم اعتبار نداره چه اعتباری داره یک سازمانی که با صدام حسین رفته تو یه جپه علیه ایرانی‌ها جنگیده به گفتن آقا گنجو ن... نماینده از سازمان مجاهدین اینجا نداریم بتونه ازشون دفاع کنه خواهش می‌کنم با... اما وقتی یکی از مهمانان برنامه‌اش به شدت از خاندان پهلوی به ویژه محمد رضا شاه انتقاد می‌کند قاضی زاده به هیچ وجه حرفایش را قطع کند و اظهاراتش را به چالش نمی‌کشد ولی به هر حال میخوام بگم که این انقلاب انجام شده دیگه امه. کسی که نمیتونه انجام شدن این تحقق این انقلاب که کسی نمیتونه زیر سوال ببره و سوالی که باید آقای پهلوی جواب بدن این که اصلا انقلاب چرا انجام شد امه. پدر ایشون آیا غیر از اینه که با یه کودتا اومد سر کار 25 سال با دیکتاتوری تمام مملکت رو اداره میکرد ساواک را انداخت شکنجه میکرد غیر و غیر و غیره ما به نظر من خیلی دردناکی که به خاطر شرایط دردناکی که مردم توشن تاریخ رو همه فراموش کردن نباید فراموش کرد که در دهه هفتاد شاه ایران یکی از خونخوارترین دیکتاتورهای جهان سوم شناخته میشد فارغ این مسئله من یه اشاره کوچیک هم بکنم به <تصفح> چیزی که شما گفتین در مورد اینکه این میخواد که مخالفین مختلف زیر چتر خودش بگیره و یه آلترناتیوی مطرح کنه من توی اون پیام هیچ آلترناتیوی ندیدم راستش رو بخوای من این پیامو چند بارم تماشا کردم که ببینم چه حرف جدیدی زده من نگفتم که ایشون میخواد آلترناتیو گفتم گفت آلترناتیو یعنی تو صحبت که آلترناتیو شما هستید پرسیدم که آیا آلترناتیو خودش رو قبول داره یا نداره خود ام. خودش با این پیامشون دارن یک ام. راه نوین پیمان نوینی رو به قول خودشون مطرح میکنن و من چیز جدیدی اونطور ندیدم به غیر از سری حرفای کلی مثلا همین تکی که شما الان پخش کردین اینکه آلترناتیو حاکمیت مردمه خب حرفای قشنگ و کلی زدن که هر کسی میتونه انجام بده متوجه. در یک برنامه دیگر قاضی زاده خطاب به مهمانانش که درباره حقوق زنان در افغانستان صحبت می کنند می برای میلیون ها نفر در افغانستان موضوع حقوق زنان و ارزشهایی که فعالان افغان از آن دفاع می کنند اهمیتی ندارد و آنها دنبال نان هستند قبول بفرمایید که برای میلیون ها افغان اساسا اون ارزش هایی که مثلا برای شما یا بقیه مهمانان این برنامه ممکن است ارزش های مهم و اخلاقی باشن خیلی اهمیتی نداره اونها به مثلا مسئله زنان ممکنه برای خیلی از افغان ها الان در اولویت نباشه اون افغان هایی که شما میشناسید در مورد چه کسانی صحبت میکنم یا ممکن هست که مسئله اصلی چیزهای دیگری باشه مثلا همین مسئله که میگم امنیت غذایی امنیت اجتماعی بسیاری بر این باورند که این اظهارات فرناز قاضیزاده هم به معنای توجیه جنایات بشار اسد است این که دارن مرتکب جنایت جنگی بسیار بسیار شدید میشن با کمک ایران با کمک حزب الله و رژیم سوریه بسیار و... خب جان بخش اجازه بدید اجازه بدید همینجا بذارید یه صحبتی رو مطرح بکنیم شما میگید که اینها جنایت جنگی است کسی هم نمیگه که اتفاقی که در شرق حلب میفته بحران نیست بحران انسانی از همه روی این توافق دارن اما اگر که مخالفان که در شرق حلب مستقر بودند به غرب حلب حدود یک میلیون نفر جمعیت داشت حمله میکردن این اتفاقات نمی‌افتاد سپاس از همراهی شما لطفا نظرات خودتون رو در قسمت کامنت بنویسین برای حمایت از ما فراموش نکنین سابسکرایب کنید و لینک گزارش های ما رو برای دوستانتون هم بفرستیم